سلام خوش اومدید به برنامه شفای فرزندان زیبامون شفای قلب فرزندانمون داشتم همین الان با مارک و مارین حرف می زدم و گفتم واو قلب فرزندانمون قلب خیلی مهمه ابدیت در قلب کاشته شده و برای ارتباط با قلب شخص دیگه یا با قلب فرزندانمونه این واقعا خیلی مهمه در مورد بچه همون فکر میکنیم او دارن بازی میکنن خوبن باید براشون اسباب بازی بخریم اما اکثر تعالیم شما در مورد ارتباط برقرار کردن با قلبشون هست و بعد شفای قلبشون بله فکر می کنم که این قسمت نهم هستش قراره تو این قسمت در مورد چه چیزی صحبت کنیم قبل از تولد و نوزادی واو پیش از تولد بله واو بله موضوعیه که میدونم ممکنه اولش، خیلی فکر کنند که عجیبه. عجیبه. می‌خواستم <applause> همینو بگم. عجیبه. بله، در مورد اینکه چطور بذرهای بد توی قلب بچه‌ها، وقتی اونها خیلی کوچکن، کاشته میشه و چطور وارد دوران بزرگسالی میشه، حرف زدیم. پس اون بذرها باید الان کنده بشن تا تو قلبشون تبدیل به ریشه‌های عمیق طرخ نشن. خب باید چقدر به عقب برگردیم نوزادی بعد تولد قبل تولد بذار بر پای علم شروع کنم این چیزی که در مورد بچههایی که هنوز به دنیا نیومدن میدونم اونا یه تیکه گوشت نیستن بعضیا به اونا یه تیکه گوشت میگن اونا یه تیکه گوشت نیستن تا روز 24 م یعنی سه هفته و سه روز قلب میتپه قلب شروع به تپش میکنه اکثر اوقات تا اون زمان حتی مادر نمیدونه که بار داره اما قلب شروع به تپیدن کرده در هفته چهارم الی امواج مغزی وجود داره در هفته نهم بچه انگشت شستش رو میمکه هفته نهم بله هفته نهم دو ماه و یه هفته بچه انگشت شستش رو میمکه سومین ماه هفته دوازدهم بچه درد روحس حس میکنه و میتونه گریه کنه در رحم گریه میکنه هفته چندم هفته دوازدهم میخواستم بگم که بعضی وقتی این چیزها رو می گیم، مثلا هفته دوازدهم انگار فکر میکنن که او داریم هفته دوازدهم یه بچه رو تصور میکنیم ولی زمانی بوده که شما و من دوازده هفتمون بوده بله بله یعنی خود ما هم این دوران رو گذروندیم بله و این نمادین نیست زمانی بوده که من و شما در رحم مادر دوازده هفتمون بوده و گفتی در رحم گریه هم کردیم آره واو قادر به گریه هستیم حتی با لبهای لرزان او آره. امروزه میتونن ازش عکس برداری هم بکنن یکم قبل‌ترش، بچه لبخند زدن و تمام حالات چهره رو در رحم یاد میگیره در پنج ماهگی وقتی بچه موزیک آرومی رو میشنوه خوابش میبره در هفت ماهگی صدای مادر رو تشخیص میده و شروع به تشخیص صدای پدر میکنه بچه تو هفت ماهگی وقتی مادر میخنده در شکم مادر بالا پایین میپره بچه ها این وقتی مادر میخنده بچه خوشش میاد بچه ها در رحم یاد میگیرند زبان مادری پدر مادرشون رو تشخیص بدن بچه ها ریتم، سکوت، آهنگ صدا رو تشخیص میدن و میدونه که این زبان مادریه به خاطر واکنشی که در رحم از خودش نشون میده نه تنها صدای پدر مادرش بلکه بچه یاد میگیره که صدای خواهر و برادرش هم تشخیص بده و بعد از اینکه بچه به دنیا اومد داستانهایی که مادر وقتی اون هنوز در رحم بوده براش خونده رو تشخیص میده هنوز میتونه تشخیص بده بعد از اینکه بچه به دنیا اومد میتونه آهنگهایی که وقتی در رحم بوده و مادر براش خونده رو تشخیص بده بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومدن توی رحم ویوالدی و موزارت رو دوست دارن از بتهوون خوششون نمیاد چون بتهوون کوبش داره <applause> موزیک راک هم خوششون نمیاد من اونو دوست دارم ولی بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومدن دوستش ندارن موسیقی آرامش بخش دوست دارن برنامه‌های تلویزیونی که مادرشون وقتی اونا هنوز در رحم بودن گوش میداده رو تشخیص میدن وقتی بچه هنوز در رحمه اگه اتفاق بدی بیفته روی بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده تاثیر میذاره پس اگر مادر نگران باشه یا نخواد رابطه صمیمی با بچهش داشته باشه یا با پدر دعوا کنه بچه میتونه با ترس به دنیا بیاد یا از لحاظ احساسی وابسته بشه یادم میاد با تعداد زیادی خانم صحبت کردم و طی سالا بهشون مشاوره دادم من ماری مشاوریم یکی از این خانم‌ها شکایت میکرد که پسری داشت که از بد و تولد عصبانی بود یعنی با یه عصبانیت شدیدی در چهرهش به دنیا اومد و 20 سال بعد رای زندان شد همه چیز از همون نقطه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه مگه اینکه اون جوونا رو بیرون بکشیم یکم دیگه توضیح میدم که چطور انجام میشه چطور بچه بدون هیچ منطقی در رحم به تمام این چیزها واکنش نشون میدن اونا هنوز منطق ندارن اونا افکار متوالی ندارن مثلا نمیتونن موضوعات رو به ترسی بررسی کنن زبان معاوری رو نمیدونن چطور بدون این توانایی میتونن واکنش نشون بدن و در مورد تمام این چیزها اطلاع دارن کلام خدا میگه تفکر فقط در مغز اتفاق نمیفته در ایوب 32 آیه 8 میگه اما روحی که در انسان است یعنی دم قادر مطلق آن است که انسان را فهم می‌بخشد. و در اول قرنتیان دعایی ۱۱ میگه «زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟» وقتی میمیریم، مغزمون میمیره، کل بدنمون میمیره، دیگه مغزی نداریم، ولی روح داریم. روح هنوز میتونه فکر کنه، مگه نه؟ بچه میتونه با یه مغز تکامل نیافته نطفش بسته بشه و یکم طول بکشه که همه توانایی‌های ذهنی طی ماها یا حتی بعد از تولد تکامل پیدا کنه اما اونا با یه روح تکامل یافته نطفشون بسته میشه درسته تا بتونن کاری که یحیای تمیدنده وقتی در رحم مادرش بود انجام داده رو بکنن لوقا گای آیه میگه چون صدای سلام تو به گوشم رسید اینو الیزابت به مریم میگه به مریم میگه چون صدای سلام تو به گوشم رسید طفل از شادی در رحم من به جست و خیز آمد حالا هیچ منطقی اینجا نیست راستش چون بچه ای که در رحم الیزابت هستش نمیتونه ایسا رو ببینه بچه هلی. حس کرد یکی اونجاست یکی اونجاست که روحم میگه خیلی خوبه پس شادی به جست و خیز اومد پس در رحم بچه ها میتونن به روش های مؤثری به زندگی واکنش نشون بدن اگه اجازه بدین میتونم یه چیزی بگم یحیای تعمید دهنده و عیسی وقتی در رحم بودن برای بار اول همدیگر رو ملاقات کردند و وقتی بهش فکر کنی در کلام خدا یحیای تعمید دهنده اومد و عیسی رو غسل تعمید داد عیسی و یحیا با هم وارد دنیا شدن و وارد درست؟ خدمت, خدمت, شدن بله. بله. بنابراین به شما نشون میده چیزی که در رحم شروع شد ادامه پیدا کرد این دیدار شگفتانگیز بود جایی که یکی زیبایی، عظمت و شکوه دیگری رو تشخیص داد و سپس سی سال بعد یحیای تعمید دنده که عیسی رو تعمید میده از راه میرسه و دوباره اون شناخ وجود داره این کسیه که من لایق گوشودن بند کفشش نیستم و گفت او تو باید منو تعمید بدی عیسی!» اما عیسی میگه نه بذار این کار رو بکنیم تا پارسایی رو به کمال تحقق بخشیم پس چیزی که در رحم شروع شد تا بزرگسالی ادامه پیدا کرد. چیزهای مثبت، چیزهای منفی میتونن همین کار رو انجام بدن. و کتاب مقدس الان در مورد اون صحبت میکنه. به عنوان مثال پیدایش 25 22 و 23 میگه دو کودک در رحم ربکا در کشمکش بودن و ربکا گفت این چیست که بر من واقع میشود؟ پس درباره آن از خداوند پرسید. خداوند به او گفت دو قوم در رحم تو هستند و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد. یکی نیرومندتر از دیگری خواهد بود و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد پس اونا عیسی و یعقوب در حال نزا با همدیگه در رحم بودند بیرون اومدن و تمام مدت با همدیگه در حال جنگ بودند بزرگ شدن و یعقوب در نهایت نخستادگی برادرش رو گرفت و برکت اونو دزدید بعد برادرش اومد و سعی داشت اونو بکشه اما آشتی کردند اما حتی امروز نسل یعقوب و عیسو همچنان با هم اختلاف دارند تمام ملت ما در حال دعوای دو ملتند چه در داخل رحم این سخن خداونده آیا ما معتقدیم که اتفاقات بد میتونه از رحم شروع دقیقا. بشه درسته و تا بزرگسالی و حتی نسل‌های آینده ادامه پیدا کنه کتاب مقدس این مطلب رو دقیقا در اینجا کاملا واضح و روشن بیان میکنه این دو نفر تا آخر عمر و فرزندانشون تا به امروز با همدیگه جنگیدند در مزمور 58 سه اومده شریران از رحم منحرفند و از بطن مادر گمراه و دروغگو اگر زنی فرزندش رو ترد کنه کودک قلبش رو میبنده میدونی که بچه میتونه مادرش رو در رحم احساس کنه اگه این دروغ رو باور کنه که راه محافظت از قلبم بستن قلبمه این میتونه در زندگی بچه ادامه پیدا کنه زنی بود که بچه دار شد و در دوران بارداری نمیخواست بچه دار بشه بعد مدتی گفت باشه از پسش برمیام، اما نمیخواستش وقتی نوزاد به دنیا اومد از گرفتن سینه مادر امتناع کرد پرستار بچه رو گرفت و فکر کرد خب شاید استرس تولده و کودک نیاز به آرامش داره و مادر خسته است و این چیزا پرستار بچه رو به کناری برد و سینش رو به نوزاد داد تا ازش بخور و سیر بشه و بچه سریع سینه پرستار رو گرفت و شروع به شیر خوردن از سینش کرد پرستار فکر کرد خب حالا میتونم نوزاد رو پیش مادرش ببرم چون آروم شده اما نوزاد مطلقا از سینه مادرش شیر نخورد مادر بله این دروغ در دل بچه از قبل بود و دروغ این بود که مادرم منو ترد میکنه پس من باش کاری ندارم در اون زمان مادر نظرش رو تغییر داده بود بعد از به دنیا اومدن نوزاد مادر فهمید او منظورم اینه که دیدن نوزاد باعث شد که نوزاد واسش واقعی به نظر برسه و عاشق بچه شد اما نوزاد عاشقش نشد ولی اگه فقط میدونست که راهی برای شفا دادن به اون وجود داره و کودک به واسطه روحش بود که همه این اتفاقات اطرافش رو حس می کرد. بله اما خبر خوب اینه که بچه‌های های کوچیک مسئول نیستن ما بهش نگاه میکنیم و فکر میکنیم یه لحظه صبر کن چطور ممکنه بچه های کوچیک گناه کنن اونا مسئول نیستن بچه تا مدت بد بعد مسئول اعمالشون نیستن منظورم اینه که تا حدودی حتی تا 18 سالگی نمیشه به جرمی متهم بشه بعد از 18 سالگی توی کشور من در مورد کشور شما نمیدونم اما توی کشور من تا اون زمان شما متهم به جرم بسیار بسیار کمتری هستی چون پاسخگو در نظر گرفته نمیشی بنابراین مسئولیت پذیری با گذر سالها رشد میکنه. یه نوزاد کوچیک و یه نوزاد تازه متولد شده مسئول نیست چون هنوز حکم خدا رو نمیدونم ما میتونیم در این شکاف بیسیم و میتونیم الگوهای مادام العمر رو قبل از رسیدن سن مسئولیت پذیری متوقف کنیم و قبل از اینکه اون الگو به چیزی خیلی آزاردهنده تبدیل بشه میتونیم در رحم برای فرزندانمون شفا بیاریم بنابراین ما این کار رو با فرزندانمون انجام دادیم بله <تص> وقتی من و مارک تازه ازدواج کرده بودیم من آنورکسیا و بولیمیا داشتم نمیدونم باهاش آشنایی دارید یا نه این ترس از چاق شدنه که شما افراط میکنید یا نمیتونید غذا بخورید یا غذای زیادی میخورید و بالا میارید چون وقتی غذا نمیخورید در اعماق وجودتون گرسنه هستید به هر حال چندین سال قبل از ازدواج من و مارک به دنبال شفای این موضوع بودم بنابراین در زمان ازدواجمون در حال درمان بودم و بعد از اون سالها ادامه دادم اما وقتی باردار شدم خیلی ترسیده بودم چون انگار بزرگترین ترسم به سراغم اومده بود خیلی ترسناک بود چون می دیدم که شکمم داره بزرگ میشه و احساس میکردم دارم خیلی بزرگ میشم چون نمیتونستم دید واضحی داشته باشم همه چیز برای من خیلی از حالت طبیعی خارج شده بود و ترس وحشتناکی به من وارد شده بود و بعد این نوزاده کوچیک و معصوم رشد کرد پس مارک و من زمان زیادی رو صرف دعا برای شکمم کردیم برای بچه‌ای که در شکمم بود دعا کردیم برای بچه دعا کردیم برای بچه دعا می کردیم توضیح می دادیم چه چیزی در جریانه از خدا می خواستیم که از اونها در برابر هر چیزی که در اطرافشون میگذره محافظت کنه تا سالم، شاد و راضی باشند و میدونی در تمام این مدت من خیلی به دنبال شفا بودم چون میخواستم به خاطر خانوادم، به خاطر خودم و به خاطر همه خوب بشم و خدا مراقب همه چیز برای من بود او از نوزادهای من در رحم مراقبت میکرد و او فرزندان من را برای من بزرگ کرد چون قول میده اگه بیفتیم اگه دنبال من بیاید من همیشه و در همه حال مراقب فرزندان شما هستم حالا یه کاری که من انجام دادم چون هر کدوم از بچه‌ها در اتاقشون بودن چون مارین در تمام سه بارداری با پرخوری عصبی دست و پنجه نرم کرد چند سال طول کشید تا اون امروز شفای کافی پیدا کرد اون کاملا خوب شده خوب شدم آره. 20 سال طول کشید تا به طور کامل پشت سر بذارمش بعضی از مردم فکر میکنن که اون الانم بی اشتهاس اما زیاد غذا میخوره بله. <تصحن> شما خونه ما دیگه باش ما شاهد بودیم <تصحن> <تصحن> براتون غذا درست <تصحن> کردیم <تصحن> من همیشه کوچیک بودم آره چشمای من در اون زمان چقدر کج شده بود وقتی بل... از این لاغرتر بود فکر میکرد چاقه پس وقتی ماری این بچه توی شکمش داشت کنار شکمش میرفتم پایین می اومدم و به آرامی با بچه ها صحبت می کردم و میدونستم که اونا زبون نمیدونن و فقط از خدا میخواستم که آیا میتونی ترجمه کنی و روحی <applause> که شما گفتید کاملا رشد کرده بود <تص> بله. میتونی حس کنی که چیز خوبی اونجا وجود داره بنابراین من فقط گفتم مامان تو از چاخ شدن میترسه و شکمش با تو داره بزرگتر میشه این تقصیر تو نیست خدا به اونا کمک کنین و بفهمن این تقصیر تو نیست و فقط برای اونا دعای آرامش کردم که حالشون خوب باشه و وقتی بچه ها اومدن هر سه اونا بسیار آروم بودند هیچ کدوم اصلا دل درد نداشتند بچههایی کاملا آروم می بودند اونا خیلی آروم بودند دیدن این اتفاق برای من مثل معجزه بود واو بعضی از مردم از من میپرسند چطور یه بچه توی رحم میتونه کینوجو باشه نمیدونم آیا میتونن عمدن چون این تصمیمی بگیرند یا نه اما در لاویان چهار ۲ میگه یه نفر میتونه نخواسته گناه کنه حتی بزرگ ها. آیا ما عکس عمل نشون میدیم و بعد میفهمیم اوه، من متوجه نشدم که این چیز رو در قلبم داشتم بچه کوچیک میتونن این کار رو بکنن اما هم همونطور که گفتم اونا هنوز نسبت به کاری که انجام میدن پاسخگو نیستند اونا در قبال چیزی که در دلشون پاسخگو نیستند پس ما میتونیم مداخله کنیم همونطور که با بچه هامون در رحم انجام دادیم و اونا امروز هنوز افراد آرامی هستند اگه در رحم مادر براشون دعا نکردیم دیر نیست بعضی از افراد ممکنه فکر کنند، او بله میتونم درک کنم فرزند من در رحم مادر دوران بسیار سختی داشت و امروز میتونم ببینم که اونا در آرامش نیستن من الان چیکار کنم خب شما هنوزم میتونید بعدا در دوران کودکی دعا کنید برادرم لورن وقتی اولین دخترش چریتی توی رحم بود فکر میکرد این کارش بامزه است نزدیک شکم همسرش بس اومد و فریاد زد هی hey, اونجایی <تصفح> فکر میکرد کار ناجور نیست اما بعد از اینکه فرزندش به دنیا آمد، زمانی که حدودا دو ساله سه ساله بود وقتی صدای بلندی میشنید وحشت زده میشد و وقتی صدای آژیر میومد یا ترقی توی خیابون میترکید یا صدای همسایه میومد میترسید بی اختیار گریه میکرد و لور متوجه شد که چیکار کرده این بود که اون کودک سه ساله رو نشوند یادم نیست که دو یا سه ساله بود که اونو نشون و بهش توضیح داد میدونی من سر داد زدم وقتی تو شکم مامانت بودی و این ترسناک بود و گفت خداوندا بهش کمک کن تا ببخشه و از خداوند خواست اون آسیب رو روی صلیب ببره و شفا بده و از اون به بعد اون اصلا از صداهای بلند نمی ترسید از اون روز به بعد کاملا عادی بود آره واو مردی پیش من اومد و گفت من نمیفهمم چرا هر سه ماه یه بار در تمام عمرم حتی وقتی بچه بودم میخواستم هر سه ماه یه بار بمیرم گفت من واقعا هیچ وقت سعی نکردم خودکشی کنم و در بیشتر موارد قصد خودکشی ندارم اما هر سه ماه یه بار فکر میکنم قراره بمیرم کاش میتونستم بمیرم و از خدا پرسیدیم که این حس از کجا اومده ما در زندگی اون جایی پیدا نکردیم که اتفاقی افتاده باشه که باعث بشه اون بخواد بمیره و همینطور که داشتم به خداوند گوش میدادم، احساس کردم که خداوند میگه شاید مادرش زمانی که اون در رحمش بوده به فکر سخت او بوده من این رو بهش نگفتم چون این باعث درسته. یه فکر میشد. در عوض فقط گفتم برو و از مادرت بپرس که در دوران بارداری چه اتفاقی افتاده از اون بپرس به خونه رفت و ازش پرسید و مادرش گفت وقتی سه ماهه بودی میخواستم تو رو سخت کنم بعد نظرم عوض شد اما واقعا نزدیک بود این کار بکنم سه سه و به این ترتیب هر سه ماه یه بار در تمام عمرش میسته و میخواد بمیره ما در این مورد دعا کردیم و اون دعا کرد که مادرش رو ببخشه که میخواسته از شر اون خلاص بشه دعا کردیم که خداوند اون آسیبی رو که از همون ابتدا در قلبش کاشته شده بود از بین ببره و بعد از اون مدت زیادی اونو ندیدیم نه سال بعد در جلسه ای در سازمان خدمتی که در اون کار میکردم بودم جلو اومد و گفت در ساحل شرقی زندگی میکنه به ساحل شرقی نقل مکان کرده بود اما برای رفتن به جلسه ای به شهری که سه ساعت با من فاصله داشت پرواز کرده بود و سه ساعت از مسیرش فاصله گرفته رانندگی کرده تا به من بگی متشکرم اون گفت از اون روز به بعد حتی یه بار هم دیگه به مرگ فکر نکردم هیچ وقت نخواستم بمیرم آسیب از بین رفته بود میلش به مردن کاملا از بین رفته بود و زندگیش تغییر کرد مادری بود که رابطه بسیار خوبی با پسرش داشت اما پسرش به نوعی فاصله میگرفت. یه چیزی وجود داشت که اون از پذیرفتن محبت مادرش باز می‌داشت. میتونست تا حدودی ارتباط برقرار کنه. اما نه به طور کامل و معلوم شد وقتی از خداوند پرسید که چرا پسرم اینطوری خداوند بهش نشون داد و به یادش آورد که بعد از به دنیا اومدن پسرش مادر دچار افسردگی شدید شد. و نتونست رو در آغوش بگیره و باهاش ارتباط برقرار کنه و این برای دو هفته اول بود. چون بعد از دو هفته افسردگی رهاش کرد و اون میتونست از پسرش مراقبت کنه. رفت پیش پسرش و بهش گفت میدونی ممکنه اینو به خاطر نداشته باشی. اما وقتی به دنیا اومدی این اتفاق افتاد. و ماجرا رو بهش گفت که چه اتفاقی افتاده و چقدر متاسفه. گفت من خیلی متاسفم و اجازه داد پسرش اینو بدونه. اون فکر میکرد که شاید این تجربه باعث شده پسرش احساس ترد شدگی بکنه شاید این باعث شده تا حدودی جلوی خودشو بگیره و محبت مادرشو کاملا نپذیره و در اون لحظه پسر بی اختیار گفت که حالا میفهمم چرا در تمام عمرم از تو متنفر بودم اون هرگز قبلا اینو اعتراف نکرده بود چون فکر میکرد من این مادر خوبو دارم اون همیشه یه مادر فوقالعاده بوده دلیلی برای متنفر بودن از اون وجود نداشت پس اون نفرتش رو احساس می کرد و همیشه جلوش می گرفت چون نمی از کجا میاد و فکر کرد الان میدونم که منشش کجاست و آشتی کردن و مادر برای شفای پسرش دعا کرد و از اون به بعد اون دیگه هرگز چنین احساسی نکرد تمام اون نفرت از بین رفته بود و همش از بین رفت مهم نیست چند ساله باشی، باز هم میتونید شفا پیدا کنید پسر بچه دو یا دو و نیم ساله بود که فوبیا داشت و از نگاه کردن مردم بهش وحشت داشت و البته بچه های کوچیک اغلب از نگاه مردم میترسن اما این فراتر از حد معمول بود اون از اینکه کسی بهش نگاه کنه کاملا میترسید پدر و مادر بزرگ شلت رو پرسیدند و خدا به اونا یادآوری کرد که اونا از همه اقوام دعوت کرده بودند که انگامه تولد اون به اتاق بیام و اونا هیجان زده بودند داشتن عکس میگرفتند فلاش های روشن زیاد بود و اونو با روغن ممس کردند این چیز خوبی بود اونا یک کیک تولد داشتن و تولدت مبارک میخوندند. میخندیدند و سر صدای زیادی به راه انداختند سر و صدای خیلی زیاد افراد زیادی بودند که سر صدای زیادی داشتن بنابراین گفتن خداوندا به ما نشون بده که چطور دعا کنیم و به ما فرصتی بده تا برای این بچه نزدیک سومین سو تولدش دعا کنیم مادر بزرگش از اون پرسید آیا میدونستی من و مامانت و عموت وقتی تو به دنیا اومدی همه اونجا بودیم چشماش گشاد شد و میتونست ببینه که واقعا داره میترسه و گفت من میترسم و مادر بزرگش پرسید آیا میتونیم دعا کنیم تا این احساس ترس از بین بره و ازش خواست که اون و همه رو ببخشه که این همه سر صدا داشتن و این همه نگاه بهش بود گفت آره می چون بچه های کوچیک این کارو می کنند و مادر بزرگش خواست که این ترس رو از بین ببره اون از خدا خواست که این ترس رو از بین ببره تمام آسیب ها رو و ثمره اون این بود که ترس از نگاه کردن بهش از بین رفت و ناپدید شد و زمانی که ده ساله بود به دلیل حضور در گشت امنیتی یه جایزه ایالتی برد میدونی بچههایی که علامتی رو بالا میگیرن و اجازه میدن بچه ها از خیابون رد بشن تا به مدرسه برن خونوادش باید برای این مراسم بزرگ میرفتن و حدود 20 نفر اونجا بودن که اون برای دریافت جایزش روی صحنه بلند شد و کوچکترین ترسی نداشت واو شما میتونید فرزندانتون رو بدون توجه به سن اونا شفا بدید چون مسئله یا تشخیص میدید که به اون زمان بر میگرده. جایی که میوهی وجود داره ریشه ای هم وجود داره و عیسی میگه از روی میوه اینو متوجه میشید اگر در کودکی بچه اتفاقی نیفتاده فقط ببینید آیا اتفاقی در گذشته افتاده چیزی که زندگی اونا را از مسیر صحیح خارج کرده مثل عیسی و یعقوب گاهی واضعه و گاهی اینطور نیست اما فقط از خداوند بپرسید که آیا در اون زمان اتفاقی افتاده و برای بچه دعا کنید دعا کنید خداوند را به فرزندم توانایی بخشش بده اگه با بچه های کوچیک حرف بزنیم براشون عجیب نیست برای بزرگترها صحبت کردن در مورد چنین چیزای عجیب به نظر میرسه اما برای یه بچه کوچیک ممکنه در ابتدا واسش عجیب به نظر برسه اما اونا زود درک میکنن و میگن بله میبخشمت و شفا میاد و تغییرات واقعی اتفاق میفته بله نگاه کنید به اون چه برای داوود پادشاه اتفاق افتاد مزمور 22 آیه 9 اگه به اون مزمور نگاه کنید آشفتگی اونو احاطه کرده اون در مورد افرادی صحبت میکنه که مثل شیرهای قرآن هستن که تومهاشون رو میدرند و این یه مزمور مسیحاییه که میگه میتونم تمام اصخان هام رو بشمارم و بر تنپوش من قره انداختند پهلوی منو سوراخ کردم اون توسط دنیایی از آشفتگی احاطه شده بود لشکریان اونو تعقیب میکردن شاول میخواست اونو بکشه و در آیه نه گفت اینجا یه چیزی هست من بحران دارم جایی که همه چیز آروم و ساکته در آیه نه گفت یاد گرفتم بهت اعتماد کنم خدا از شیرخارگی یاد گرفتم که اعتماد کنم به عنوان یک بزرگسال هنوز بهش نگاه میکنه و میگه این چیزیه که امروز منو در میان این همه آزار و اذیت آروم نگه میداره چیز خوبی که به دست میاریم و با ما همراهه چیزای بد هم میتونن با ما همراه بشن اما لزوما اینطور نیست اگه شفا بدیم واو زمانی که اونا کوچیکن خوشمیرانه در رحم ماده و در دوران شیر اما واقعا در هر زمانی هنوز شفا ممکنه رخ بده این باور نکردنیه میخواید دعا کنید حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم تا پایان این قسمت بله بیایید به خدا گوش کنیم بله خداوندا من از تو میخوام که راهی برای همه کسانی که نمی‌تونن مثل داوود به گذشته نگاه کنند و در میانه طوفان آرامش و امنیت کامل در وجودشون باشه به خاطر اونچه که در ابتدا به اونا داده شده فراهم کنی از تو میخوام که اینو الان مهیا کنی از تو میخوام خداوندا به اونجایی بری که در اعماق وجودش هنوز حافظه عاطفی داره حتی اگه حافظه ذهنی وجود نداره خاطره عاطفی از چیزی که از اونجا شروع شده و هنوز در روح فرد ساکنه ما از تو میخوایم که آشفتگی درد رنج هر آنچه که هنوز در دل هست رو روی صلیب ببری و خداوندا ما میدونیم که در اشعیا 53 گفتی که غمهای ما رو به دوش میکشی صلیب به گناه پایان میده اما درد رو هم جذب میکنه خداوند از تو میخوایم که درد باقی مونده رو برداری و اگه چیزی هست که لازمه در مورد آنچه در گذشته اتفاق افتاده بدونیم به ما نشون بده تا بتونیم برای اون دعا کنیم و بتونیم برای بخششش دعا کنیم و بتونیم برای دریافت آرامش و شفای تو دعا کنیم خداوند فقط تو میدونی که آیا ما باید بدونیم که در اون زمان چه اتفاقی افتاده یا خیر نباید بدونیم گاهی اوقات ما نمیتونیم بدونیم اگه نمیتونیم بفهمیم اگه نمیتونیم پی ببریم خداوندا تو هنوز میتونی شفا بدی پس از تو می‌خواهیم که به اعماق وجود اون شخص جایی که درد هنوز وجود داره بری و اونچه که لازمه رو انجام بدی و اونچه که داوود داشت به ما بدی. وقتی گفت یاد، گرفتم از شیرخوارگی به خدا اعتماد کنم. به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. باز هم از اینکه همراه ما هستید، سپاسگزاریم. مرسی مارک، خیلی عالی بود. من خیلی مشتاقانه منتظر بقیه برنامه‌های شما هستم. تا بعد خدا نگهدار.